از اینکه بخوایم بپردازیم به یک انتخاب صحیح و یک تصمیم قوی، میخوایم به عمق این کلمه و واژه نگاهی تازه داشته باشیم، همون گونه که به کلمه حقیقت و واقعیت وقتی که مینگریم در جایگاه اصلی خودش رو قرار میدیم، دیگه اون معنایی که در عام ازش استفاده میکنن نخواهد بود. چرا که به خوبی همه ما میدانیم حقیقت علت خلقت و علت تولید هست. حقیقت علت هدفی است که انسان ها مهیا میکنن، مشخص میکنن. حقیقت علت آنچه را که انگیزه اصلی ما برای رسیدن به آرمانی هستش. اما تبدیل حقیقت به هر چیز دیگه یک واقعیت خواهد بود، دیگه جایگاه حقیقی خودش رو نخواهد داشتش. مانند تخم پرنده، تخم پرنده برای کثیر شدن هستش، اما از همین تخم پرنده برای خوراک هم استفاده میشه. پس از اون حقیقت به واقعیت تبدیل شده. واژه انتخاب و تصمیم نیز این گونه هستش. انتخاب در اصل موجودیت و تجربه و هر آنچه که ما هویداست برامون، میبینیم، شاهد به اون هستیم، انتخاب ما میشه. چرا که شاهدیم و میتونیم اونو انتخاب بکنیم. برای مثال این گونه هستش. تصور کنید که در یک مکانی هستیم، تشنه ایم و احتیاج به نوشیدنی داریم، احتیاج به آب داریم، و شخصی یا افرادی میان به ما میگن آب داریم، آب گازدار داریم، آب میوه داریم، کدومشو بدم؟ خب این انتخاب شماست. یعنی میل شما به هر کدوم اینها انتخاب شما میشه، میبینید اون رو. اما اگر تو همون جایگاه هیچ کس به شما چنین پیشنهادی رو نده و نه آبی باشه، نه نوشیدنی باشه، نه آب میوه‌ای باشه، شما دنبال این آب اگر بخواید باشید با یک اندیشه عمیق‌تری جلو میرید. این اندیشه عمیق هزینه برداره، یعنی هزینه زمان شما رو میگیره، هزینه مالی داره برای شما و نیز تلاشی رو داره. پس بین انتخاب و تصمیم در اصل دو موضوع متفاوت هستش. باز میخوام یه مثال دیگه بزنم براتون. تصور بکنیم که هر روز قبل از اینکه ما بخوایم سر کار بریم، یک پروسسی رو داریم، یک پروگرام داریم، یک برنامه داریم، به چند تا نکته ما باید برسیم تا به محل کارمون رسیده باشیم. بعد از اینکه از خواب بلند میشیم، دعا میکنیم، کلام میخونیم، حالا نمیدونم این جزء برنامه هست یا نه، آمی که باشه البته، و بعد یه ورزش میکنیم، بعد میریم دوش میگیریم، بعد صبحانه میخوریم، بعد لباسی که برای کار هست رو مهیا میکنیم، میریم سر کار. این یک انتخابه که شما هر روزه برنامه ریزی کردی برای خودت. اما اگر یه روز از خواب بلند بشی و یک ساعت دیرتر از خواب بلند شده باشی، شما دیگه نمیتونید همه این رو انجام بدید، مجبورید فقط به دو سه تای اینها نظر کنید، این پروسس رو کوتاه‌ترش کنید با انتخاب دو سه تا. یعنی صبح که خواب بلند میشی، خب میگید دعا و کلام که خداوند و خودت ما رو میبخشی، معمولا اینطوریه، میگیم اونو بعدن میاد، خدا مهربونه، کاری به اون نداره، امیدوارم بازم اون اول اولویت باشه. و بعد میگیم دوش، حالا میگیم بابا دوشو بدش کن دیگه، حالا امروز بیشتر خودم عرض میزنم. ورزش، حالا یه روزم ورزش نکنیم از تیپ نمیافتیم، صبحانه رو میخوریم، لباس آماده میکنیم، راهی میشیم، میریم. این یه که انتخابه. اما تو مسیری که داری میری با ترافیک روبرو میشی، ترافیک سنگین، نه تجربه ای داری اینکه کجا بری تا به اون در اون مسیر بتونی به محل کارت برسی، و نه هیچ نوع موقعیتی داری که با اعتماد این کار رو انجام بدی. حتی اگر نویگیشن توی این ماشینت بگه از فلان راه برو، حتی ببینی بقیه دارن از یه خیابون این ور اون ور میزنن میرن، حتی اگر دیگران صدات کنن بیا بریم، چون تجربه نداری شک میکنی، پس تمرکز بیشتر میکنی. این تمرکز شما، این که شما بیشتر فکر میکنید، اندیشه میکنید، این در اصل مسیر تصمیم هستش. و در